سرخط خبرها. باز هم خبر خوش به مخالفان طالبان نشر شد. یک دختر جوان از سوی نامزدش در ولایت تخار به قتل رسید. جسد سوخته یک دختر جوان در هرات یافت شد. کابینه دولت پاکستان مهلت مهاجران قانونی افغان در پاکستان را تمدید می کند. و هشدار بریتانیا درباره خطر حملات تروریستی در ماه رمضان در افغانستان. باید خدا به مجموعه مهم این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا آخر این ویدیو با ما باشید. یک دختر جوان از سوی نامزدش در تخار به قتل رسید. منابع محلی در تخار گفتند که یک دختر جوان از سوی نامزدش در مرکز این ولایت به قتل رسیده است. این رویداد پس از چاشت روز جمعه 13 دلوه در منطقه پای اربیا از مربوطات نهر چمن ناحیه چهارم شهر طالقان رخ داده است. این دختر 16 سال سن داشت و به تازگی نامزد شده بود. به گفته منابع این دختر با اسلحه شکاری به قتل رسیده است. منابع انگیزی این رویداد را خشونت‌های خانوادگی عنوان کردند. اخیراً قتل‌های مشابه در ولایات مختلف کشور افزایش یافته است. در تاریخ یک دلوه نیز یک زن جوان در ولسوالی صبری ولایت خوست از سوی شوهرش به قتل رسید. جسد سوخته یک دختر جوان در هرات یافت شد. منابع محلی در هرات از کشف جسد یک دختر جوان در این ولایت خبر دادند. منابع روز جمعه 13 دلوه به روزنامه 8 صبح تایید کردند که این دختر جوان در مربوطات حوزه 12 شهر هرات سوزانده شده است. به گفته منابع این دختر جوان به علت سوختگی زیاد جان باخته است. تا اکنون مشخص نیست که وی توسط چه کسی و به چه انگیزه سوزانده شده است. طالبان در هرات نیز به گونه رسمی در این مورد چیزی نمیگویند. پس از قدرتگیری دوباره طالبان، خشونت‌های خانوادگی و قتل‌های مرموز زنان افزایش یافته است. در ماه سنبل سال جاری، روزنامه 8 صبح گزارش داده بود که در جریان دو سال گذشته، دست کم 60 زن در 10 ولایت به شکل مرموز به قتل رسیده و ده‌ها تن دیگر ناپدید شدند. باز هم خبر خوش به مخالفان طالبان. روسیه بار دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شد. در ادامه تاکیدهای مقامات کشورها به ویژه مقامات ارشد روسیه، سفیر روسیه در پاکستان بار دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شده و گفته که طالبان با مذاکرات معنادار باید حکومت فراگیر تشکیل دهند. آلبرت خروف، سفیر روسیه در پاکستان بار دیگر خواهان تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان شده و گفته رویکرد روسیه در قبال وضعیت افغانستان در اعلامیه‌های متعدد رسمی و همچنین اعلامیه کارزان مشخص است. طالبان با انجام مذاکرات عملی و نتیجه محور با همه نمایندگان گروه‌های قومی و سیاسی حکومت متوازن، جامع و فراگیر تشکیل دهند و روند صلح را تکمیل کنند. این در حال است که اعلامیه کازان در مورد افغانستان به تاریخ 29 سپتامبر سال 2023 پس از نشست فرمت مشورتی مسکو تصویب و بدون امضای کشور تاجیکستان به امضا رسید. خروف و اشاره به چارچوب چهارجانبه روسیه، ایران، پاکستان و چین و فرمت کشورهای همسایه گفته پاکستان یکی از مهمترین بازیگران منطقه‌ای نه تنها در فرمت مسکو بلکه در سایر سازوکارهایی که برای رسیدگی به مسئله افغانستان طراحی شده‌اند می باشد. در همین حال سفیر روسیه در پاسخ به پرسش در مورد خارج شدن طالبان از فهرست سازمان‌های تروریستی قزاقستان گفته من به این تصمیم آستانه توجه کردم. پیش از آن سفیر جدید چین استوارنامه جدید را به رهبری طالبان تقدیم کرد. اینها گام‌هایی برای به رسمیت شناختن تدریجی رهبری جدید افغانستان است، نه بیشتر از آن. او افزوده در صورتی که مقامات حکومت سرپرست در اجرای تعهدات خود و رعایت دقیق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل موفق شوند، مسکو ممکن است در آینده به رسمیت شناختن حکومت طالبان را بررسی کند. او همچنین در مورد همکاری های روسیه و پاکستان گفته همکاری نظامی و تلاش های ضد تروریسم ما نمونه دیگر از مشارکت سازنده است. ما مشغول کار سازنده در پلتفرم های کلیدی بین المللی هستیم. ما به همکاری با پاکستان در مورد افغانستان اهمیت زیاد قائل هستیم.
کابینه دولت پاکستان مهلت حضور مهاجران قانونی افغان در پاکستان تمدید می شود. در حالی که اخراج مهاجران و پناهندگان افغان از پاکستان ادامه دارد، کابینه دولت پاکستان تصمیم گرفته تا مدت اقامت آن دسته از پناهندگان افغانستان را که به طور قانونی در این کشور حضور دارند تا اوایل ماه مارس تمدید کند. این تصمیم به درخواست طالبان افغان گرفته شده است. رسانه‌های پاکستانی امروز شنبه 14 دلوه گزارش دادند که دولت موقت این کشور با انقضای کارت اقامت نزدیک به 1,300,000 نفر از پناهندگان افغانستان تصمیم گرفته تا حضور این پناهندگان را تا آخر ماه مارس تمدید کند. در همین حال، منابع خبری نیز گزارش دادند که حکومت موقت پاکستان تصمیم مهلت اقامت 1,400,000 مهاجر ثبت نام شده افغان را تا 2 ماه دیگر تمدید کند. با گفته منابع، تصمیم تمدید کارت اقامت این مهاجران در تازه‌ترین نشست کابینه دولت فدرال گرفته شده است. با گفته منابع، پاکستان به درخواست حکومت طالبان در افغانستان مدت اقامت مهاجران افغان را تمدید کرده است. وزارت داخلی پاکستان شمار مهاجران غیر قانونی افغان را که باید این کشور را ترک کنند 1,700,000 نفر اعلام کرده است. با گفته مقام‌های پاکستانی، از شروع برنامه اخراج اجباری مهاجران غیر قانونی در ماه اکتبر سال 2023 حدود 500,000 شهروند افغان از پاکستان اخراج شدند. هشدار بریتانیا درباره خطرات حملات تروریستی در ماه رمضان در افغانستان. دفتر امور خارجه مشترک المنافع و توسعه بریتانیا از خطر حملات تروریستی در ماه رمضان در افغانستان هشدار داده و بار دیگر از شهروندان این کشور خواسته که به افغانستان سفر نکنند. دولت بریتانیا امروز شنبه 14 دلوه با نشر اعلامیه‌ای به شهروندان خود هشدار داده است که از سفر به افغانستان خودداری کنند، زیرا فرودگاه کابل استانداردهای اینیمی بین‌المللی را رعایت نمی‌کند. بر بنیاد یافته‌های حکومت بریتانیا، خطر حملات تروریستی در اطراف اماکن مذهبی و در جریان روزهای مناسبتی و مراسم مذهبی به ویژه در ماه مبارک رمضان نیز وجود دارد. دفتر امور خارجه مشترک المنافع و توسعه بریتانیا خاطر نشان کرده است که در حال حاضر وضعیت امنیتی در افغانستان بی‌ثبات است. در اعلامیه بریتانیا آمده که خطر بازداشت شهروندان بریتانیایی در افغانستان زیر اداره طالبان زیاد است و ممکن است این کشور در مورد چنین بازداشت‌ها آگاه نشود. این در حال است که وزارت خارجه بریتانیا در 8 میزان سال جاری از آزادی 4 شهروند این کشور از بند طالبان خبر داده بود. این وزارت گفته بود که این 4 شهروند بریتانیا به اتهام نقض قوانین افغانستان بازداشت و زندانی شده بودند. سپاس که تا این دم با ما بودید. کافیه چینل را سابسکرایب به ویدیو را لایک کنید.